نشسته، حالا یه کلاسه ای رفتیم و داریم کار میکنه، ولی خب یه مقداری خیلی دوست دارم بیشتر بهتر در این زمینه هم خودم رو ارتقا بدم و یه مقداری هم دیگه توی این سن خیلی دوست دارم بریم هم ایران اول خیلی بگردیم، هم دنیا رو یه خود از کار باید کم کنیم، ولی فعلا متاسفانه این شرایط نیستش. ایشالا زودتر فرام خیلی بشه. خیلی ممنون، خواهش میکنم. من حالا انتهای صحبت خودمه بگم که از طرف بچه های رادیو قاف یه هدیه خیلی کوچولوی خیلی ممنون، ناقابل البته اینجا نیستش، دکتر زیلابی دات کام رو بزنید واردش میشید، یه سایت تقدیمت میکنم. تشکر از لطفتون، من از شما خیلی ممنونم. متشکر، قطعا این برای من خیلی ارزش داره، همینه که ما رو قابل دونستین دعوت کردیم به برنامه‌تون، ازتون خیلی ممنون، باعث افتخار ماست. سلامت، حالا میخوایم بریم سراغ سوالات بچه ها. بله، من در خدمتتون هستم. حتما در خدمتتون هستم. سوالی که داشتم این هستش که در رابطه با برندینگتون توی اینستاگرام، چون فکر کنم فعالیت خوبی دارین، حالا چه از کارهایی که می‌ذارین، خواستم سوال بپرسم کار خاصی انجام دادین، برنامه خاصی داشتین برای قضیه؟ حالا بله، خیلی ممنون. پیج اینستاگرام اگه منظورتون هست، من کلن این اینستاگرام اولین باری که باهاش آشنا شدم، خیلی نمیدونستم که برندینگ و مارکتینگ و اینا هم تو این ایته میشه باش ازش استفاده کرد و میدیدم که اکثرا عکسای خانوادگی، عکسای خصوصی نیست و خیلی هم خوشم نمیاد. حقیقتش اول گفتم خب این چه لزومی هست تو فضای مجازی آدم این کار رو کنه. گذشت تا اینکه من دانشگاه آزاد که شروع کردم به تدریس، دیدم که خیلی دانشجوها میگم استاد شما پیج اینستا ندارین، مثلا یه ویدیوی آموزشی، یه کار آموزشی بذارین توی اینستا که ما بریم ببینیم. این به ذهنم خورد و بعد اومدم دیدم که اصلا این فضای اینستاگرام رو خیلی‌ها دارن استفاده میکنن ازش، حالا هم در زمینه آموزش، هم در زمینه مارکتینگ، هم در زمینه معرفی خودشون و اینا، و یه پیج اینستایی به این نیت من چیز کردم، درست کردم که حالا بیشترم هدفم این بود که دانشجوهای دندانپزشکی به این، چون من خودم سر و کله زدنم با دانشجوی ترم 4 هست، بیشتر درس آناتومی دندون و همون بحثی که گفتم دانشجوی دندانپزشکی دوره عمومی و خیلی دوره دندانپزشکی عمومی که میخونن و خیلی بهش بها نمیدن، به این باور برسن که میتونن یه دندانپزشک عمومی خوب باشن و یه درمانهای خیلی خوبی هم به مراجعینشون ارائه بدن. با این نیت من این پیجا رو اندازی کردم و گهگاهی حالا کیسا و بیماری که کار میکنم و پرزنت میکنم که دانشجوها ببینن و این انگیزه رو داشته باشن که با دندانپزشک عمومی خوب بودن میشه کار خوب انجام داد. حتی خب کاری من قبلا قطعا قابل انتقاد هست، جایی هم ممکنه اشکال ایراد باشه توشون که اون به جای خود، ولی کن با این نیت من پیج اینستامو رو اندازی کردم. پس خودتون ادارش میکنید دیگه کاملا؟ بله، خودمون تقریبا. و دکتر هر دانشجوی بعد از این مدت زمان که کار میکنه، مثلا ترم 8 9 10 که دیگه میرسه، دورانی که هر چیز رو امتحان کرده، از یه سری از فیلد کاری خوشش میاد، از یه سری خیلی بدش میاد، از یه سری دیگه خیلی بیشتر خوشش میاد. یعنی بعد از دکتر ببین، مثلا یه عده جراحی دوست داره ترمیم دوست نداره، یکی ترمیم دوست داره جراحی دوستن. حالا اگه فرضاً می‌خواد دندانپزشک عمومی وایسه در آینده، به نظر شما اون ترسی که از یه سری کارا داره، خب چی کار کنه که اونو بذاره کنار؟ مثلا دیدش به ترمیم کلا عوض شه. شاید مثلا دارم میگم یه دندانپزشک ترمیم عمومی وایسته که ترمیمش رو خیلی بهتر کنه. یعنی تو به نظرشون راهکاری داره که بخواد خیلی اونو اصلاح کنه، کلا دیدش عوض شه، ترسش از اون عوض ریخته شه، یا مثلا کلا دیدش به یه کار خیلی متفاوت بشه؟ ببینید، شما هر چیزی ازش میترسین بایستی باش مواجه بشین. اگر که خودتون رو بکشین کنار، قطعا این ترس همیشه تو وجودتون هست. من خودم مثلا در مبحث ایمپلنت تا چند سال که فارغ التحصیل شده بودم اصلا دنبال جراحیش نرفتم و انجام نمیدادم. بعد رفتم یه دوره گذروندم، اولم خیلی با احتیاط، ولی همون آقای دکتر پاکرو که خدمتتون عرض کردم تو این زمینه من رو راه انداخت، یعنی دستمو گرفت، تیغ و داد دستم و الان دیگه بدون محابا اگه بخوام انجام بدم به راحتی انجام میدم. زمانی که دانشجو هستین، شما به نظر من میتونید، چون زمان دانشجویی شما هیچ مسئولیتی
به لحاظ حقوقی در قبال کاری که برای بیمار انجام میدید ندارین، حتی اگه کاری هم فیلر بشه نگرانی ندارین. هرچند من معتقدم که خیلی از این فیلرها خودشون تو دلشون خیلی درس داره برای ما، برای همین نباید بترسین از این قضیه. از اون برم از رزیدنت های بخش تخصصی که هستن میتونید حالا اونا زمانی که کار میکنن باشون هماهنگ کنید، از کاری که انجام میدن برین به عنوان یه بیننده ببینید، تا زمانی که فارغ التحصیل میشین هم میتونید از این دوره های خارج از دانشگاه برین، از این طریق میتونید خودتون رو توی اون رشته ای که میخواین تا حدی که میخواین بالا بکشونید. آقای دکتر، سوالی که من داشتم این بود که میخواستم ببینم توی پیجتون خب خیلی عکسای با کیفیتی واقعا گذاشتین و واقعا با پیجای خواهد